انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان قرار بود در 31 حمل برگزار شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات برای آوردن اصلاحات و تامین شفافیت در این کمیسیون زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با 3 ماه تاخیر اعلام کرد. در سرطان د میاشتې په 9 نیټه باندې به انشاءالله مونږ 4 ټاکنې لرو، د هغې نمخ کې به دغه ټول اصلاحات ترسره کیږي. اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تاخیر 3 ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نقض سریع قانون اساسی از سوی کمیسیون انتخابات اعلام کرد. اقدام کمیسیون مستقل انتخابات در تأخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نقض سریع قانون اساسی است. از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار می رود کمکاری خیش را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد. در همین حال محمد اسماعیل خان عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی به تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مخالف است. اگر باز هم انتخابات به تعویق بفته و 3 ماه دیگر نامشروع بودن و یقین دارم که بعد از 3 ماه هم هرگز نمیشه. این عضو شورای جمعیت اسلامی نیز تاکید می‌ورزد اگر روند صلح به سرعت ادامه یابد انتخابات بعد از 3 ماه تاخیر هم برگزار نخواهد شد. در آمدن پروسی صلح، خب حکومت جدیدی که به وجود میآید باید طالبا هم جزء حکومت بگردند و در انتخابات شرکت کنند. ریاست اجرایی در مورد تاخیر زمان برگزاری انتخابات چنین ابراز نظر می کند. فعلا هم که تاخیر صورت گرفته، از طرف حکومت هیچ کدام مشکل وجود نداره. در همین حال نمایندگی سازمان ملل در اعلامیه از زمانبندی تازه کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کرده و خواستار اصلاحات بیشتر در این کمیسیون شده است.